سلام دوستان، به کانال فرهاد تکنیک خوش اومدید. فرهاد هستم و با یه برنامه خفن آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. امروز حرکت کیکاپ خودکشی رو یاد میگیریم که از اسمش معلومه خیلی حرکت خفنیه. پرش به تایتانی هستش، یعنی اول روی زمین دیگه نیستیم، اول میپریم روی زمین بعد دوباره بلند میشیم، اون حرکت رو انجام میدیم. میتونیم حتی بیشتر هم بزنیم از یه دونه. حرکت خیلی قشنگیه، خیلی خطرناکه. حتما باید روی جای خیلی نرم حرکت رو اجرا کنید، فقط تاتمی نه که من الان اینجا دارم، نرمتر باشه، چون اشتباه فرود بیاید خیلی خطرناکه دیگه. برای اینکه این حرکت رو یاد بگیرید باید حرکت کی‌پاپ یا تایتانی رو بلد باشید. آموزش مبتدیشو گذاشتم، آموزش بدون دستشو گذاشتم و کیکاپ چرخشی یه ویدیو دارم که خیلی هم اونم حرکت خیلی خفنیه. هر سه تا ویدیو رو حتما نگاه کنید، بهتون کمک میکنه. بدون وقفه لیتس گو. حرکت اولی که برای انجام این حرکت نیاز دارید این هستش که فقط این حالت بشینید. ببینید، خب ما میخواییم بپریم روی حرکت دیگه، حرکت قطعا همونطور که گفتم حرکت خیلی سختی هستش، ولی شما اولین کاری که انجام میدید باید بدونید که از بالای بالا ما نمیایم، از پایین ترین سطحی که میتونیم شروع کنیم انجام میدیم حرکت رو. بشینید روی پنجه هاتون، این حالت نه بلکه این حالت بشینید و یه دست رو بذارید روی زمین. ببینید هنوز یعنی اتفاق خاصی نیفتاده، یه دست رو بذارید روی زمین و برید پایین. چند بار این حرکت رو اجرا کنید که بیفته توی بدن. حرکت ساده هستش ولی این خیلی کمک میکنه که متوجه بشید حرکت چجوری اجرا میشه. توی مرحله دوم باید بدونید که حرکت کمر توی این حرکت یعنی مهمترین قسمت این حرکت اینه که شما از کمرتون به خوبی استفاده کنید و حرکت رو پرتاب کنید به سمت بالا. این باعث میشه کلی از ضرب تکنیک گرفته بشه، درسته؟ حالا اینجا که هستید هر دفعه دست رو بذارید روی زمین و ببینید از کمر، از ماهیچه‌های باسن استفاده کنید، پرتاب کنید خودتون رو به سمت بالا. چند بار همین حرکت رو انجام بدید، اینم خیلی کمک میکنه که حرکت توی بدنتون بیشتر بیفته. یکی از نکات مهم تئوریش اینه که دستا پشت سرتون باشه، یعنی حتی ببینید اینجا باشه. من خودم معمولا دستامو اول اینجوری میگیرم بعد یه حالتی میبرم پشتم. هر چقدر که میتونید ببرید پشت، ببرید پشت. اون باعث میشه که اول دستاتون بیاد رو زمین، سر و سینه نیاد رو زمین، چون اونجوری بیاید نفسی که بالا نمیاد، خیلی هم ترسش بعدن دوباره زیاد میشه. میدونی چی میگم؟ پس دست پشت. و بعد حرکت چجوریه؟ از اینجا از کمر استفاده میکنید، دستا پشت، میرید این حالت روی زمین. حالا که رسیدید روی زمین باید دستاتون مثل کمک فنر ضرب اون حرکت، اون شتابی که دارید ضربش رو بگیره. یعنی وقتی اینجوری که فرود اومدید باید ماهیچه ها رو صفر کنید، آروم بذارید بره پایین، باعث میشه ضرب حرکت گرفته بشه. بعد میگیم چیکار میکنیم؟ اینجا که رسیدیم روی زمین پاها باید بیاد، اونم مثل کمک فنر ضرب حرکت رو میگیره. چجوری؟ پاها از بالا آروم میاد روی سر، عین یه آکاردئون بسته میشه، دوباره پرتاب میکنه میره بالا. برای تمرین اون حرکت باید چیکار کنید؟ برید پایین، مثلا میخواید تایتانی بزنید دیگه، درسته؟ فقط بندازید بالا، دوباره فرود بیاید روی بدن، یعنی هر دفعه این حالت. این حتما توی حرکتم استفاده میشه، یادتون نره. و بعد از اینکه اونجا هستیم حرکت تایتانی رو اجرا میکنیم دیگه. اونو دیگه توضیح نمیدم چون اگه اونو بلد نباشید اصلا معنی نره این حرکت رو بخواید حتی تمرینش بکنید. و بعد از اونجا میپرید روی پاهاتون میایستید. همونطور که گفتم چون دستا خیلی مهم هستش که ضرب حرکت رو بگیره، من اینجا تمرین خیلی خوب براش دارم. اونم این هستش که از بالانس برید روی حرکت غلط ولی خیلی آروم. این باعث میشه
اون ضرب گرفتن دست رو تمرین کنیم دیگه. یه بار انجام میدم نگاه کنید. ببین شما یه بالانس میزنید، دستا رو آروم خم میکنید، سر رو میارید پایین، میرید پایین، ولی سعی کنید غلط نزنید، فقط همونجا بمونید. یه بار نگاه کنیم. این حرکت رو حتما به خوبی تمرین کنید، چون این باعث میشه اون ضرب گرفتن دست و اون آکاردئونی بودن پا بیفته توی بدنتون. پس تا الان یه بار نکات رو مرور میکنیم و دیگه باید اینجا حرکت رو بتونید بزنید. یک، روی پنجه های پا بشینید. دو، از کمر باید به خوبی استفاده کنید. سه، دست پشت باشه، یعنی این حالت برید پشت. میبینید حتی من دستام اینجوری میگیرم اوله و بعدن که رو زمین هستید خب باز میشه دستا دیگه، این مهم نیست. و ماهیچه ها باید فشار حرکت رو بگیره، درسته؟ عین کمک فنر که اونجا میرسید. به اونجا که رسیدید پاها کامل میره پشت و دوباره پرتاب میشه روی تایتانی. اون پاها رفتن هم خیلی باعث میشه که اون ضرب حرکت گرفته بشه، درسته؟ ضرب حرکت باید پس با دو چیز گرفته میشه، دستا، پاها. یادتون نره کمر مهمترین قسمت این حرکت هستش. اگه کمرتون رو اینجوری بندازید حتما با پشت کمر فرود میایید و با قسمت پشت سینه و باعث میشه که کلی نفستون بگیره. و یه نکته دیگه هم بگم، روی جای خشک مثل تاتمی اینجوری نزنید، حتما روی یه سطحی بزنید که خیلی نرمه اولش، خواهش میکنم، چون من خودم قبلا روی سطح سفت این حرکت تمرین کردم تا 6 ماه میترسیدم که دوباره برم تمرینش کنم. دوستان راستی اگر این ویدیو، یه چیزی بگم که الان نشه اصلا، اگه 400 تا لایک توی 1 ماه بعد از انتشار این ویدیو بخوره، من این حرکت روی آسفالت براتون میزنم دیگه. ببینن چی میشه دیگه. خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو در کنار من بودید. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید، چون من انگیزه میگیرم و ویدیوهای بیشتری براتون میسازم. توی قسمت کامنت ها نظر، پیشنهاد، درخواستی اگه داشتید اونجا بنویسید، حتما همه رو میخونم و جواب میدم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.